بان ایرانی در بومیسازی تولید مواد دندانپزشکی. 20 تا محصول رو داریم تولید میکنیم، چند تا محصولمون فرمول شده، امیدواریم که تا پایان سال 24 تا محصول رو بتونیم وارد بازار بکنیم. اسید اچ پرمصرف ترین ماده دندان پزشکی است که حالا تجاری سازی شده و در تولید آن به خودکفایی رسیده ایم. ماده اولیه هست برای ترمیم دندان، روی دندون میزنن و واردات این ماده طبق آمار وزارت بهداشت 194 هزار دلار در سال هستش که ما با حجم تولیدی که الان داریم در 66 روز کاری کل نیاز کشور رو میتونیم برآورده بکنیم. این قسمت واحد تولید شرکت هستش که مواد اولیه رو کنترل کیفی انجام میدیم و مطمئن میشیم از کیفیتشون. سعی میکنیم مواد مؤثر رو اینجا آماده بکنیم، مواد رو وارد پروسه ساخت میکنیم و محصولات اکثرا به صورت ژل یا خمیر در واقع هستن که به صورت آماده توی سرنگ بسته‌بندی میشن. محصولات این شرکت استانداردهای داخلی و بین‌المللی رو نیز کسب کرده و کیفیت بالا و قیمت پایین‌تری در مقایسه با مشابه خارجی دارد. ماده دیگه که خیلی مهم هستش ژل مورو پرپ هستش که برای آماده سازی کانال طی فرایند عصب کشی استفاده میشه. یه ماده دیگه که ما منحصرا توی ایران داریم تولید میکنیم و توی خاورمیانه منحصرا تولید میکنیم ژل خونبند هستش به نام آلومستاپ. 5 تا ایزو گرفتیم. مهمترین ایزویی که ما گرفتیم ایزوی 13485 هست که این ایزو استاندارد تجهیزات پزشکی هست در همه دنیا. ورود کالاهای قاچاق و تولیدات بدون مجوز از مشکلات این تولید کننده است. همین ماه تعدیل نیروی انسانی داشتیم. متخصصین شیمی و پلیمرمون رو یه مقداری تعدیل کردیم. اما دو محصول جدید این شرکت که حالا برای تولید آن نیاز به حمایت دارد. پرمصرف‌ترین ماده دندانپزشکی که کامپوزیت هستش ما فرمول کردیم، تستاش رو گرفتیم و منتظر تولید هستیم. گلاسیونومر که یکی از مواد پرمصرف دندانپزشکی هستش ما اون رو هم فرمول کردیم، نتیجه تستاش رو هم گرفتیم و اون هم منتظر سرمایه هستیم که بخوایم وارد فاز تولیدش بشیم. با حمایت‌ها و راه اندازی خط تولید دو محصول جدید این شرکت سالانه بیش از 5.5 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت. فلاحتکار، خبرگزاری صدا و سیما، پارک فناوری پردیس.